جشنواره پایانی و کارهای پایان نیافته در غزنی. از فرصت استثنایی مرکز فرهنگی جهان اسلام چه چیز نصیب غزنی شد؟ دستگل ربات ژاپنی با ولیعهد سعودی. سلام و وقت شما بخیر. و فراخبر با من یماس چاوش خوش آمدید. مراسم نهایی جشنواره غزنی به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام قرار است فردا برگزار شود. جشنواره نهایی غزنی قرار بود در ماه میزان سال جاری برگزار شود، اما بنابر دلایلی از جمله برگزاری جرگه مشورتی به تأخیر افتاد. گفته می شود بیش از 3000 مهمان داخلی و خارجی در این جشنواره شرکت می کنند. در حالی که مقامات غزنی از آمادگی ها برای برگزاری جشنواره نهایی خبر دادند، اما کار بازسازی و آمادگی انتقادهایی را در پی داشته است. غزنی در سال 2007 میلادی از سوی ایسیسکو یا سازمان آموزش علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام برای سال 2013 انتخاب شد. اما مقامات غزنی از این فرصت استثنایی چه استفاده ای کردند و آیا غزنی برای مراسم نهایی مرکز فرهنگی جهان اسلام آماده است؟ شاهگل رضایی نماینده غزنی در مجلس و عبدالولی خانزاده عضو شورای ولایتی غزنی برای بحث بیشتر با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید. خوش باشیم شما. خانم رضایی، چقدر مقامات غزنی تانستند از این فرصت استثنایی استفاده بکنند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما وکیل صاحب شورای ولایتی و بینندگان محترم. ما به باور هستم که استفاده از این فرصت بزرگ تاریخی را به دو بخش تقسیم میکنیم. یک قسمت ایه که پروگرام های و آمادگی های گرفته شده و ما امیدوار هستیم که فردا که آرزوی مردم افغانستان و آرزوی مردم غزنی به بار میشینه، این یک یادگار خوب برای غزنی و مردم غزنی و مردم افغانستان باشه. در سطح آمادگی ها به صورت نسبی آمادگی های وجود داره، هم در عرصه امنیتی و هم در عرصه برگزاری مراسم فردا. اما در قسمتی که از فرصت ها چقدر استفاده شده، من باور می کنم که از سال 2007 زمانی که برای اولین بار بحث شناسایی غزنی به عنوان مرکز ثقافت اسلامی مطرح شد، دید ما این بود که این همزمان با اینکه به کارهای فرهنگی و مسائل فرهنگی پرداخته میشه و زمینه شناسایی غزنی فراهم میشه، در کنار از این بهترین بهانه بود برای انکشاف بیشتر در ولایت غزنی که متاسفانه در این راستا کمتر استفاده صورت گرفت. یک قسمت بحث انکشاف پروژه های فرهنگی در غزنی که ما خوشحال هستیم که حداقل امروز 35 پروژه که از آدرس وزارت اطلاعات فرهنگ راندازی شده بود به پایه اکمال رسیده و حداقل امروز ما شاهد ساختمان بسیار بزرگ به نام مرکز ثقافت اسلامی هستیم و تغییرات در نمای شهر به وجود آمده. که قرار بود وزارت فرهنگ با سازی بکنه، حالا گفته شده تنها 32 بنا را ترمیم کرده این وزارت، که این میتونه یک نمونه باشه برای کمکاری و عدم توجه. بله، عدم توجه وجود داشته بوده. ما تقسیم کردم به دو بخش. یک قسمتی که از این فرصت باید استفاده صورت میگرفت و کارهای اساسی تر در قسمت درست در رنگامیزی های مثلا در قسمت سرکا بعضی کارهای صورت گرفته. ما دو هفته قبل در غزنی بودیم و ساختمان بزرگی به نام مرکز ثقافت اسلامی جور شده که 100% تکمیل نشده، ولی در حال تکمیل شدن. اینا جزء دستاوردهایی که ما نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی یک قسمت بخش مشکلاته. مردم غزنی و مردم افغانستان در مجموع توقع داشت که وقتی بحث سال 2013 غزنی و شناسایی غزنی به حیث مرکز ثقافت اسلامی مطرح میشه، با استفاده از این فرصت نمای ظاهری شهر تغییر نخوره، بلکه کارهای اساسی و جدی به وجود بیاید. مثلا غزنی در روزگاران قدیم مهد تمدن و سیاست بود. غزنی در روزگاران قدیم مثلا شعرا و نویسندگان بسیار بزرگ در دامنه غزنی پرورش یافته و باعث شده که نام از غزنی و آوازه از غزنی را در سطح جهان و در سطح تمدن جهان شهره بسازه. اما امروز وقتی میبینیم هنوز هم در بعضی مناطق غزنی مکاتب بسته وجود دارد، هنوز هم ریشه های فرهنگی که باید به او توجه صورت میگرفت در غزنی در این عرصه کار کمتر صورت گرفته. ما برداشت میه که ممکنه رنگ و روغن های صورت گرفته، تغییر در نمای شهر از لحاظ پروژه های خرد و کوچک در سطح شهر تغییرات به وجود آمده، مرکز ثقافت را که ما نام بردم بعضی پروژه های دیگر انجام شده، ولی این پروژه ها و این انتظارات مردم غزنی که میخواست که بحث سال 2013 غزنی به عنوان یک نماد از تغییر در وضعیت عمومی غزنی باشه، چنین چیزی برآورده نشده و البته توقعات زیاده، ولی من خیلی امیدوار هستم که فردا آرزوی مردم غزنی به بسیار خوبی به بار بنشینه و مردم شاهد جشنواره بسیار خوبی باشن. آقای خانزاده، چقدر موافق هستین با آنچه خانم رضایی گفتن؟ فردا آیا غزنی آماده است
برای جشنواره نهایی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې وکیل صاحب ذکر کړل ولی ستونزې، مشکلات او هغه څه چې څه کارونه سوي دي هغه هم باید موږ ورته اشاره وکړو. بینان دوه دلیل سته. یو موسم دی یخنی ده چې دا د موسم د دې موسم کې دا مشکلات شته او نشي کولی چې دا جشنواره په نړیواله سطح په غزني کې ترتیبات ونیول شي. دومه د کمکاري دی. کمکاري واقعا وجود لري. د غزني محلي ادارې ونتوانېدل چې هغه امادګي چې ښایي د غزني لپاره او د میلمنو لپاره یې موږ امادګي ولرو دا یې ونکړای سوی، ځکه شپږ دېرش پروژې دي ابدات تاریخي وي، له هغوی څخه اوس تاسو ته راپور درکړل سوی د دوه دېرش، بلکې دوه دېرش هم نه دي تکمیل. ځینې یې نیمه کاره پاته دي او په اوس وخت کې د هغوی کار روان دی. یعنې دا موسم دا تقاضا نه کوي چې په دغه وخت کې په پروژو باندې کار وشي. سیمټ، قیر او ترمیم دا ټول د دې وخت د کار نه دی. غزني اوس په منفي شل درجه کې قرار لري. بینان دا وخت او زمان له دوی نه تیر سوی دی. دو مسله دا دی چې په ټول غزني کې هغه بودیجې چې سفارتونو باید دوی تور کړی وای د غزني محلي ادارې دا جلب نه کړلې. بینان په خپلو مسایلو کې کمکاره پاتې سول. حالا به چه دلیل فکر میکنین این کمک ها را اداره غزني جذب نکرد؟ اول دلیل یې دا ده چې غزني د یو سالم رقابت په اساس باندې ملي شرکتونه او ملي تجاران جلب نه کړل. په ټول غزني کې دوه شرکته کار کوي چې هغه د شخصي روابطو په اساس کار کوي. روابط کی؟ این شرکت ها متعلق به کی است؟ مطلق په مربوط به والی است. زه هغه خبرې کوم چې سپینې وي او پاکې وي چې تر څو ورته خلک متوجه شي. بینان هغه مسایل چې د معاملې په صورت کې سوي دي په غزني کې په مخ تللي دي، هغه مسایل چې د یو ملي رقابت د یو ښې ملي ازموینې د تجارانو لپاره د دوی ته زمینه د تجارت او د دوی د کار لپاره مسایل داسې په غزني کې نهدي سوي. یعنی شما میگین که مانع اصلی اداره محلی غزنی بوده برای پیشرفت کارها در غزنی؟ بله، دلیل یه دادی. ولی مقامات غزنی میگن از جمله والی غزنی که حالا اداره مرکزی کمکاری کرده و کم توجهی در مورد غزنی که این کارها پیش نرفته و صورت درست. دی که سوالونه موجود دی، زه مطلق والی پا دی بندی وایم چی مطلق کمکاری دی والی. ځکه زه در تا دو مثال دلته راوړم. یو پروژه چې والی اصلا نرخیه رقابت آزاد تللې ده، دو پنځوس میلیون افغانۍ یو شرکت نرخ ورکړی ده، یو شپېته میلیون افغانۍ بل شرکت نرخ ورکړی ده، والی ورکړی ده په یو سلو څلور پنځوس میلیون افغانۍ. بینان دلته سل میلیون افغانۍ اختلاس دي. که دی له هر شرکت سره داسې معامله ولري، ملي تجارانو ملي شرکتو ته زمینه نه ده مساعده د کار، بینان ده په خپله معامله غوښتل چې کار وکړي، نه د غزني خدمت لپاره. خانم رضایی، چقدر فکر میکنین نزدیک به واقعیت است آنچنان آقای خانزاده میگن که والی غزنی صد راه بوده و مسائل اختلاس و این مسائل را پیش میکشن؟ ما البته به دو موضوع میخوایم اشاره کنم. اولین مشکل ای بوده که بحث شناسایی غزنی به حیث مرکز ثقافت اسلامی در سال 2013 در بحث کلان مملکتی به عنوان یک آجندای ملی به برخورد صورت نگرفت. اولین مشکل از اینجا ریشه گرفت. مو هم سال بحثی که در جریان تصویب بودجه سالانه داشتیم همیشه می بحث بود که بحث سال 2013 غزنی را ما به حیث یک آجندای کلان ملی و به حیث یک بحث بزرگ در سطح ملی باید بشناسیم و به همی میزان بودجه تخصیص داده شود و به همی میزان باید برخورد صورت بگیره. اولین بحثی بود. بحث دوم، ما رد نمیکنم آنچه را که وکیل صاحب شورای ولایتی یادآوری کردن. ما دو هفته پیش که در غزنی هم رفتیم، شکایت های از آدرس های مختلف وجود داشت مبنی بر اینکه کمکاری صورت گرفته، ولی ما نمیخوایم کمکاری را اداره غزنی ده نقش داشته بوده، به عموم میزان ادارات مرکزی هم نقش داشته بوده. شما ببینین کمیسیونی که قرار بود در راستای آمادگی غزنی از سال 2007 تشکیل شد، در اختیار کمیسیون برنامه ها با وجودی که انداخته شد برنامه ریزی صورت گرفت، ولی بودجه کافی توسط دولت افغانستان به غزنی اختصاص نیافت و این یک از دلایل شد که کار غزنی پس بماند. دلیل دوم، کشورهای خارجی و دونرها وعده سپردن، خصوصا کشورهای اسلامی. کشورهای اسلامی وعده های بسیار بزرگ در چند مرحله به دولت افغانستان سپرد که بعضی پروژه ها توسط کشورهای اسلامی پیش میره، ولی در نهایت اینا آمادگی همکاری به غزنی را نگرفتن. ولی یک قسمت دیگه باز برمیگرده به اداره غزنی. اداره غزنی هم معلوم دار چیزی را که وکیل صاحب شورای ولایتی گفت و
و هویدای ای که در فصلی که فعلا قرار داریم کار در غزنی عملا یک کار با کیفیت نخواهد بود. اگر کاری هم صورت میگیره این کار از لحاظ شرایط جوی یک فضای مناسب نخواهد بود. ولی چیزی که من میخوام تاکید کنم اینه که ما آمادگی برای فردا را یک بخش بود قضیه قرار میتیم که ما امیدوار هستم که آمادگی جدی تر و فردا مردم با حضور پرشکو نشان بده که به پیشینه تاریخی غزنی ارج میگذارند و وارثان خوب برای سرزمین و برای تمدن هستند. ما تا هنوز نشان دادیم شهروندان غزنی و شهروندان افغانستان در مجموع که ما وارثان خوب برای سرزمین نبودیم، وارثان خوب برای تمدن نبودیم. ما نتونستیم ارج گذاری کنیم از آنچه که گذشتگان ما به میراث گذاشتند. اشاره شما به کی است؟ مردم یا مسئولین؟ آقای خانزاده گفتند دو تا شرکت متعلق به آقای والی است که در غزنی کار میکنند و در اون مسائل دست داشتن. البته در قسمت سپردن قراردادی ها به شرکت ها که یک بحث نظارتی باید باشه، در این قسمت سوالات وجود داشته. ما قبلا هم در آغاز بحث ذکر کردم زمانی که ما رفتیم در غزنی دو هفته پیش، یک جمع از ریش سفیدایی که در غزنی در جریان جلسه حضور داشتن شکایت ها و گلایه گذاری های در این رابطه داشتن و حتی گفته میشه که شرکت های دیگه که از بیرون غزنی هم رفته در مدت زمانی که باید کار را به انجام برسانه، مثلا دیوار احاطه غزنی در این مدت کار اساسی تر صورت نگرفته. اینا موضوعات معلوم دار وقتی که رقابت به اساس میکانیزمی که در قانون پیش بینی شده به اساس زو انجام نگرفت، وقتی که مثلا یک وکیل پارلمان یا یک کسی دیگه که یک مقدار نفوذ داشت برای وزیر یا والی، البته ما وکیل پارلمانم این حیث مثال به این خاطر ذکر کردم که باز اگر دیگر را آدم مثال ذکر کنه شاید یک مقدار چی معلوم شوه. ولی در هر حالت بحث سر ازیه که وقتی که واسطه بازی صورت میگیره در جریان قراردادی ها، وقتی که اعمال نفوذ صورت میگیره، پیامدش یک کار بیکیفیت خواهد بود. ولی آنچه که مهم، ما فردا قرار به استقبال جشنواره غزنی بریم و مهمترین حرف ایه که به ذهنیت مردم افغانستان القا شوه و باید این چیز وجود داشته باشه که از لحاظ بازسازی کار چقدر صورت گرفته، چقدر مورد قناعت مردم یک طرف قضیه است. بود دیگه طرف قضیه مشخصا برنامه فردایه. ما امیدوار هستم که برنامه فردا بر فردا فضای بسیار خوب صورت بگیره. چقدر آمادگی وجود داره در غزنی؟ برنامه فردا در جلسه در ساختمان نیمه کاره مرکز ثقافت اسلامی برگزار خواهد شد و در سطح سرک هایی که متصل میشه به مرکز ثقافت اسلامی، یگان 15 روز قبل که ما بودیم تا هنوز کار روش جریان داشت و مشکلات وجود داشت. البته من گپ 15 روز قبل رو میگم. به این اساس هنوز هم در سطح کارهای ساختمانی یعنی هنوز مشکل وجود داره. یعنی فردا جلسه در ساختمان برگزار خواهد شد که از لحاظ شکلیات نمایی که ما 15 روز قبل دیدیم نمای بیرونیش ساخته شده، ولی در درون هنوز هم کارهایی که باید در درون ساختمان صورت بگیره این کارا تکمیل نشده بود و کار شدیداً جریان داشته اونجا. و دیدارهایی که از مناطق دیگه هم صورت گرفت، مثلا بعضی از ساختمانایی که در اونجا اعمار شده نمای شهر را واقعا تغییر داده، ایش قابل انکار نیه. سرکای خردروزی که صورت کار شده اینا قابل انکار نیست. ولی بود دیگه قضیه واقعا اینه که ما من حیث وکیل و شهروندان غزنی، من حیث شهروندان، بله، توقعش این بود که از این فرصت، من حیث یک فرصت بسیار کلان در راستای در دو عرصه حداقل باید کار صورت میگرفت. کارهای پروژه های بسیار بنیادی ساختمانی و زیربنایی در غزنی باید اساس گذاری میشد. بحث دوم چقدر واقعا سری ما بحث رنگ و روغن و بحث بیرق بلند کردن و این مسائل یک بخش قضیه، ولی بخش دیگه قضیه چند تا کتاب چاپ شده در این مدت درباره پیشینه غزنی، چقدر آثاری که نمایانگر پیشینه به معرفی گرفتن غزنی باشه، چقدر در این عرصه کار صورت گرفته، چند تا فیلم در این عرصه فیلم مستند ساخته شده و چقدر سیمینار بین المللی در ارتباط شناسایی غزنی گرفته شده و چند رسانه ها چقدر واقعا به این پرداخته. اینا موضوعاتیه که در 7 سال گذشته فرصت کافی بود که باید روی ازی کار صورت میگرفت. یعنی بخش فرهنگی و بخش واسازی رو باید از همدیگر تفکیک بسازیم. از او جایی که این بخش بیشتر رفت میگیره به مسائل فرهنگی که در این عرصه کارهای اساسی تر باید صورت میگیره. مسئول همه اینها کی است آقای خانزاده؟ چه در بخش بازسازی و چه در بخش فرهنگی این کمکاری هایی که صورت گرفته؟ یو فرهنگی بخش ده، یو آقا اساسی انکشافی بخش ده، و بل رازی دام ورگرد کسی امنیتی بخش ده. بله. پیوی سبزل طول امنیتی زاکونو چه ملی امنیت ده، پولیس دی، اردو دی، پا داغ تیر اب تیر نه تر اوسه پوریه کاملا امنیت نیولی ده دی کومنده هم دی مرکزی دولت یعنی دی وزار داخلی و امنیت ملی لخوانه دی لدی انا موگ اوس مطمئن یو امکان لدی کم خبرانی پا داغ اب تاکی امنیت مشکل حل دی
ولی مخکې په غزنی کې د امنیتي مشکل هم زیات موجود و، یعنی مخکې تر دې کار نه شروع نه کار نه زموږ ډېرې پروژې هم امنیتي بخش ځنډولې وې. دلیل یې دوه دی، یو کمکاري او فساد دیوالي په معاملهګري پورې اړه لري چې له خاصو خلکو سره معامله کوي او د هغوی په که چېرته هغوی پروژې واخلي په غزنی کې د کار وسي که نه وي غزنی کې د کار ونیسي. شما عضو شورای ولایتی هستین، چه کار کردین اگر دیدین که والی غزنی داره فساد میکنه و یک چنین فرصت بزرگی از دست میره، چرا خاموش ماندین؟ چرا نماینده های غزنی و اعضای شورای ولایتی کار نکردن؟ دیرخه ولایتی شورا د خپل غږ جکړی دو کال مخکې، یو نیم کال مخکې تری جمهوری رسولی په دی وطن کې اعلی سر قومندان رئیس جمهور دی. رئیس جمهور چې تصمیم ندینی ولی نور ولایتی شورا مسئولیت را پتی. شما یا بر رئیس جمهور گفتین که فساد وجود داره در پروژه هایی که در بازسازی جریان داره؟ نه تنها رئیس جمهور تم دا خبر کردی سیدیانی اسناد نقل لاس بلاس. خب آقای کرزای چه کار کرد در این زمینه؟ متاسفانه چی هغه باید مثبت تغییر واسه په غزنی کې رانغه. متاسفانه چی د افغانستان مرکزی دولت ډیر موسات ملي او بین موسات دته مجبور کړی و چې په غزنی کې کار وکړي سوی نکړل. هغه کار چې دولت مرکزی دولت بودجه ورکړې و غزنی ته هغه والی په خاورو ولاړه لغه غوونه نکړل. اسوي به چه دلیلی؟ دلیل فکر میکنین که این کارها از یک سو شما میگین که والی غزنی در فساد دست داره و مسئله فساد بالکل این ولایت را کارش را و اینجا کشان و این جشنواره را، از سوی دیگر میگین که حکومت مرکزی هم توجه نداشته. حالا به چه دلیلی؟ دو دلیل دی. مرکزی حکومت باید په دې رابطه همکاری کړي و غزنی ته د مختلفو موسساتو لخوا سفارتونو لخوا پروژې په هر بخش کې وکړي، یعنې د هر وزارتخانې لخوا. بل هغه څه چې مرکزي دولت ولایت ته لیږلي دي، هغه بودجه چې مرکزي دولت ولایت ته لیږلي دي، له هغه نه والي صحیح استفاده نه کړي. اوس راځو زه یو مثال درته وایم. یعنی شما میگین یک فساد دو سویه وجود داشته میان حکومت مرکزی و حکومت محلی در غزنی؟ نه داسې ده، د مرکزی دولت کم توجهی ده او د غزنی د ادارې فساد دوه توجه صحیح نه ده کړې، هغو فساد کړی. راځو زه درته اوس مثال راوړم. غزنی کې باید اوس یو بین المللي میدان دی وایي وایي چې اوس هلته له هر ځای نه تیاری راغلی وایي، کته سوي مسافر یې راوړي وایي له خارج نه له داخل نه حال دا چې هغه تر اوسه تر کار لاندې دی، هغه مخته نه ده رسېدلی. پرون د کانکریت هغه پروژې چې په ثقافت کې باید دوی کانکریت واچوي سار میلمانه ورسي که نه، هماغه پرون ولوېدله. تاسې وګورئ په شل درجې من په شل درجې حرارت کې چې غزنی اوس پوس حالت کې لري، دا به سبا ته امادګي ولري چې په دې کانکریت باندې خلک ولاړ شي راشي او رقامت وکړي. بینان دا هغه کمکاري بس آماده نیست با این چیزایی که شما میگید؟ بینان آماده جشنواره نهایی سره کم چې لازم ده امادګي نه لري، ولی دومره آمادگی لري کدایش خلک خیمو کینی کدایش خلک غزنی لکار ولی نیلی. قرار است مهمانان خارجی بیاین و چهره این شهر را ببینن، په هر هغز... چهره ای که حالا ارائه میشه برای جهان از غزنی مرکز ثقافت اسلام چی خواهد بود؟ دی غزنی ټوله چهره هیڅ څوک نشیلیدای، دی غزنی دی افغانستان خلک هم نشیلیدای. یوازې د ثقافت مرکز ته بلال سی آلته به سو د خیو ګرځي ورو ګرځي بیرته براسي، یعنی یک نمایش اجرا خواهد شد. یو نمایش به ډیر بې کیفیته او د خلق او میلمانه سي له هغې خوا را روان وي، ډېر به ناراض وي. خانم رضایی، حالا چرا نماینده های غزنی کار نکردن اگر فساد والی غزنی این گونه آشکارا بوده که آقای خانزاده از اون حرف میزنند؟ البته تا جایی که من معلومات دارم یک از وکلای غزنی برنامه شکایت که بهش رسیده او برده در مراجع مربوطه رسانده که این قسمت را خانزاده صاحب پیشتر هم یادآوری کردن که یعنی به تفاوت نبوده. یک قسمت، قسمت دوم چیه که نماینده های غزنی، یک چیز را من میخوام بسیار به صراحت بگویم که نماینده های غزنی تلاش صورت میگیره که در حاشیه قرار بگیرن و هیچ گونه از سوی مقامات مرکزی و از سوی مقامات محلی هر دو. ای به این معنا نیه که نمایندگان غزنی تلاش نکردند. شما دیدین که اولین صدایی که بلند شد در سال 2007 نمونه بتین که چگونه نماینده های غزنی به حاشیه رانده شدن و توسط کیا؟ بحث انتخابات غزنی یک بحث جنجالی بود، شما شاهد از این قضیه بودین. ما سه سال است، حداقل سه ساله که چندین بار 11 نفر وکیل ورقه نوشته کردیم، امضا کردیم و زیر ورقه که 11 نماینده غزنی به خاطر بحث مرکزیت ثقافت اسلامی و پروژه ها و مشکلی که در غزنی وجود داره میخوایم با شخص اول مملکت که رئیس جمهور افغانستان باشه ملاقات داشته باشیم.
در 3 سال متاسفانه همین ملاقات لبیک گفته نشده، در حالی که ما برداشتیم اینه که رئیس جمهور افغانستان من حیث یک شاید 11 نماینده از آدرس یک ولایت زمانی که آجندای مهم به نام مرکز ثقافت اسلامی رو پیشنهاد میکنه حتما یک وقت باید داشته باشه. معلوم به این قضیه اینه که عملا نماینده های غزنی به حاشیه کشیده میشه، ولی ما به خاطر اینکه نزاکت های در درون ولایت غزنی به وجود نه هیچ وقت این نزاکت ها رو مطرح نکردیم. اما امروز که بحث اومده، ولی فکر نمیکنین که مسئله حالا مرکز ثقافت این فرصتی که به دست اومده بود مهمتر از این بود که حالا نزاکت ها مراعات شوند؟ بحث سر نزاکت اینه که ما بر علیه رئیس جمهور گپ نزدیم به خاطر از اینکه فضا سازی نشوه و یک تعداد کسای من حیث ابزار تبلیغاتی از این بهره گیری سیاسی نکنه، ولی در قبال از این قضايا سکوت نبودیم. مو همیشه مراجعات از مود وزارت از وزارت مالیه شروع تا هنگام تصویب بودجه آنچ که در صلاحیت وکلای مجلس بوده و آنچ که در صلاحیت فرد نماینده ها بوده، ما مثلا حداقل چند بار در وزارت انکشاف شهری مراجعه کردیم، چندین بار وزیر انکشاف شهری با کمیسیون خواسته شده، وزرای مربوطه که پروژه های ریاست برشنا چندین بار از آدرس کمیسیون خواستیم و ما شخصا به خاطر از اینکه پروژه های مربوط به غزنی را دقیقا پیگیری کنیم رفتیم در کمیسیونی که علاقمندی شخصی به کمیسیون نداشته بودیم و خاصا پروژه های مربوط به غزنی باعث ازی شده که باید ما از نزدیک وزرای مربوطه را پاسخگو بسازیم در برابر کمیسیون. ولی این چیز را باید بپذیریم که نماینده های غزنی از امزی تقریبا از دور دوم انتخابات پارلمانی دور دوم به این طرف تلاش صورت میگیره که به حاشیه رانده شوه و معلوم دار وقت تلاش در سطح حکومت مرکزی در راستای به حاشیه کشاندن وکلای پارلمان باشه در سطح اداره محلی هیچ کس حسابی نخواهد برد. البته شاید ممکنه مشکلات خود نماینده هم از این جهته که جدی عمل نکردن یک تعداد شاید وجود داشته باشه، ولی ما میخوایم این بگوییم که حداقل 3-4 ورقه که امضای 11 وکیل غزنی یا حداقل 10 وکیل غزنی در اونجا امضا داده و از رئیس جمهور افغانستان از آدرس رئیس پارلمان خواهان ملاقات شده و آجندا مشخص نوشته بوده مشکلات در ارتباط پروژه های مربوط به مرکز ثقافت اسلامی و پروژه های مربوط به سال 2013. وقتی در 3 سال نماینده های یک ولایت دستجمعی از رئیس جمهور مملکت خواهان ملاقات میشه و توسط رئیس مجلس نمایندگان واسطه میشه که حداقل رئیس مجلس نمایندگان واسطه میان وکلای یک ولایت و رئیس جمهور افغانستان باشه، وقتی توجه صورت نمیگیره ابزاری که در اختیار وکیل قرار میمانه فقط اونمو کمیسیون و مجلس. شما سال گذشته شاهد بودین که کاری که نتیجه نداد در باب غزنی، البته نتیجهش ما نمیخوایم نتیجه نداد بلکه نتایجی هم داشته بوده، به این معنا وقتی که جنجال صورت میگیره سر که به غزنی حالا اگر این بحث فساد و اینها این کمکاری و اینها را همیشه در کنار هم بگذاریم نتیجه این میشه که این تلاش ها نتیجه نداشته. من نمیپذیرم که نتیجه نداشته، تلاش ها قسما نتیجه بخش بوده. به خاطر چی؟ وقتی که نتیجه میداشت امروز این گونه موارد مطرح نمیشد. خانم رضایی، یک قسمت نتیجه ما میخوایم بگویم نتیجه 100% نداده، ولی نتیجه نسبی داده. نتیجه نسبیش به این معنا که وقتی در بودجه سالانه 10 میلیون دلار تخصیص مییابه، وقتی که وزارت ها توسط کمیسیون های ولسی جرگه توسط مراجعات فردی کار سرعت داده میشه، اینا ما فکر کنم نتیجه سپاسگزارم. و آقای خانزاده، شما میپذیرین که این رقابت‌های سیاسی که حالا خانم رضایی از اون حرف زدن که نماینده‌های غزنی را به حاشیه رانده سبب شده که مسئله نظارت از کارکردها در غزنی هم اینطوری باشه؟ برلی از زل وکیل صاحب تشکر کنم په بعض مسائلو که زه شاهد دیدیم چې وکیل صاحب خپل منډه کړی دی، ولی دا پردی دی. په هیڅ صورت سره زه نه تاییدوم چې د غزنی ټول ولس، د غزنی ولایتي شورا او د غزنی پارلمان دومره منډه کړې ده چې دولت مرکزی دولت یې په دې مجبور کړی وي چې لاقل هلته یو تغییر یو مثبت حرکت راولي، یا فرض مثال یو کامل بودجه جذب کړي. بینند دل شما میگین که نماینده ها هم تلاش کافی نکردن، ولی ولایتی شورا نشرو تر خلقو تر ملی تجارانو او تر پارلمان، ولی رازو دیتا هغوی اردی مرکزی دولت ته بینند په دې کې مکمله کمکاری دی مرکزی دولت. اوس مرکزی دولت چې څه پیسې غزنی ته لیږلې دي هماغه په بانک کې امانت پرتې دي، په هغوی هم کار نه ده اخیستل سوی. بینان په ډېر متواتر ډول د غزنی والی راغی له مرکزی دولت نه د دې غوښتنه وکړه چې ماته صلاحیت راکړه، بودجه ماته را انتقال کړه، زه به رئیس کمیسیون یم، زه به ډېر زر کار وکړم. حال دا چې پیسې په بانک کې ورته امانت پرتې دي، هیڅ کار نه ده کړی، دی نن کانکریټ اچوي او سبا ورته جلسه روانه.
و جلسه را طور که شما میگین یک چیز نمایشی برگزار خواهد شد. یاره نمایشی خب هم نوید ترقه نبون زمین تو فیصده تیری. سپاسگزارم شاگل رضایی نماینده غزنی در مجلس و عبدالولی خانزاده عضو شورای ولایتی غزنی. ممنون از حضور شما. در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید. خدا نگهدارتان. یک ربات ژاپنی دستگلی را به ولیعهد عربستان اهدا کرد که با واکنش جالب وی روبرو شد. به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عکاظ نوشت در حالی که مهمانان دانشگاه واسیدای ژاپن و دانشجویان سعودی شرکت کننده در مراسم دانشگاه منتظر بودند تا فردی مطابق معمول دستگلی را به ولیعهد سعودی اهدا کند، ناگهان یک ربات وارد سالن شد و دستگلی را به شاهزاده سعودی تقدیم کرد و دریافت دکترای افتخاری از سوی این دانشگاه را به وی تبریک گفت. این روزنامه نوشت اقدام ربات در اهدای دستگل به ولیعهد ملک عبدالله با تشویق گرم حاضران در سالن روبرو شد. این در حالی است که استفاده از ربات به شیوه معمول ژاپنی‌ها برای تقدیر از مهمانان خارجی مبدل شده است.